دارم خدمت کاپتان جاویدپور عزیز. بر شما عالی شما بزرگ دهه نچندان دور کپتن بالا مقام ایلوشن، خیلی مخلصیم قربان، از ادب دارم، خیلی خوش آمدید. بفهمید یه خودتون معرفی بفهمید به دوستان. قربون شما، درود بر شما جناب حمزه عزیز، که میدونم با توجه به اینکه حالتون خوب نیست، درگیر کرونا هستید، ولی خواهش میکنم که امشب این لایف که تموم شد دیگه برید استراحت کنید، چون اصلا قابل بازی و شوخی نیست. من خودم دو بار کرونا درگیرش بودم و میدونم که چقدر بده. عرض سلام دارم خدمت دوستان حاضر در لایف و کسانی که بعداً لایو رو میبینن. آرزو میکنم که همتون به سلامت باشید، از کرونا به دور باشید و خیلی هم مواظب خودتون باشید، چون واقعا خطرناکه. درود میفرستم بر شهیدان محیط زیست، مخصوصا که این روز اخیر شاهد بودیم که در راه خاموش کردن آتش جنگل ها شهید شدن. واقعا همچنین عرض تبریک دارم به خاطر مدال آقای یزدانی که واقعا خیلی بدشانسی بود. من نشسته بودم میدیدم، خب ولی بازم خیلی خوب بود، مردونه جنگید، دستش درد نکرد. درود به همه‌شون، من به همه‌شون بگیم خسته نباشید، به همه مدال آوردن، مدال نیاوردن، زحمت کشیدن، ایشالله که سلامت بشن. بله، قهرمانای ما هستن و ایشالله خدا حفظشون کنه. خب در خدمت هستم قربان، سپاسگزارم از اینکه محبت فرمودید و تشریف آوردید. شما بعد از اون ما در ارتباط بودیم با چند تا از معلم خلبان های به هر حال همدوره شما، که حضرت عالی خودتون فرمودید که اینها یکی از باسوادترین خلبان های ایلوشین مملکتمون هستند و خدا رو هزار مرتبه شکر در صحت و سلامت هستن. آرزوی سلامتی داریم براشون، ولی متاسفانه هر کدومشون به نوعی درگیری داشتن و به اتفاق همگی تصمیم گرفتن و گرفتیم که حضرت عالی تنها ادامه بدید، گرچه قرار بود خب چند نفر دیگه هم کمک کنم به شما و بیاین و با هم صحبت کنید، و شما زحمت همه رو کشیدید و میدونم دست پر اومدید و اطلاعات به روز و به ساعتی در واقع دارید، و من میخوام محبت کنید، چون دقیقا میدونید این لایف رو برای چی گذاشتیم. علت این گذاشتن این چنین لایف های اضطراری اینجوری مسائلی هست که تو دنیای مجازی مطرح میشه، مسلما از حضرت عالی هم میپرسن، از بنده که خب مسلما خب منم میان میپرسن دایرکت، و اگر پاسخ ندیم خب بی احترامی میشه، اگرم پاسخ بدیم باید دونه دونه جواب مثلا 300-500 نفر رو بدیم. اینی که من به همشون گفتم من یک برنامه میذارم و خودم صحبتی نمی کنم، من خلبان F14 هستم، حالا چند نوع دیگه هواپیما پریدیم ولی ایلوشین نپریدم، ولی گفتم از کسانی که متخصص این فن هستن و میخوام که شما حضرت عالی یکی از کسانی هستید که من فکر میکنم تا اواخر سال 80 اینا بود که در این کسفت بودید، حالا شاید هم بیشتر. میخوام محبت کنید این هواپیما رو اول برای ما یه مقداری توضیح بدید، قابلیتاش و این داستانها رو، بعد هر اون چی که میدونید راجع به این موضوع رو بفرمایید. علت این که این هواپیما الان استفاده نمیشه برای این جنگل های خود زاکروس هم بفرمایید، دیگه سناریووار بریم جلو و بفرمایید این هواپیما کجاست، متعلق به کجاست، چجوریه برنامه. ممنون میشم، سپاس گذارم. عرض شد که هواپیمای ایلوشین 76 هم اینایی که ما داریم MD هست، یه جورش هم TD هست، که MD ها مال میلیتری در نظامیه، TD ها شخصی هست. هواپیمای بسیار خوب، مالتی پرپزی، یعنی همه جور ازش میشه استفاده کرد، هم تو جنگ میشه ازش استفاده کرد، بمب میتونیم ازش بمباردمان کنیم، موشک بزنه، گان داره، اسلحه داره که از پشت اگر ساعت 6ش اگر کسی حمله کرد اونجا میتونه بک فایر داشته باشه. هواپیما بسیار قابلیه.
مسافربری، چتربازی، به اصطلاح تخلیه بار هوایی و آمبولانس و آتش نشانی که دارن استفاده می‌کنن. البته ایلوشینایی که ما داریم در ایران قابلیت آتش نشانی نداشتن. نیرو هوایی سپاه چند سال قبل دست به کار شدند و بعضی از ایلوشینا رو مجهز کردند به سیستم آپاش. البته همونطور که شما فرمودید، من آخرین پروازم رو با ایلوشین که معلم ایلوشین بودم سال 80 انجام دادم و بعدش خب ایرباس ماهان بودم و بعدم دیگه از رده پرواز خارج شدم. اطلاعات به روزی نداشتم، خب رفتم چیز کردم و یکی از دوستان کپتن هادی شهرابی که از همینجا ازشون تشکر میکنم، اطلاعات خوبی رو در اختیار من گذاشتن و همین الانم مأمور هستن که در ترکیه دارن اونجا کار بسلا. همین الان از پرواز اومده بودن و اطلاعاتی که به من دادن خیلی مفید بود. الحق کار بسیار عظیمی کردن، یعنی همه کارها رو بدون کمک گرفتن از خارجی ها خودشون در ایران انجام دادن. خب هواپیمای ایلوشین امتی ویتش 90 تونه و 30 تون بنزین میزنن و 40,000 لیتر بودن 40 تون آب. دو تا مخزن 20 تونی داره که 10 تا 20 دقیقه طول میکشه پر بشه. با ماشین های آتیش نشانی حدوداً 10 تا 20 دقیقه حد اکثر 15 دقیقه اینطورا طول میکشه که پر بشه، بعد میرن پرواز میکنن. همین حدوداً یه ربع طول میکشه که از فرودگاه دالامان برن توی استان موگالا یا همچین جایی که برن اونجا و حدوداً 10 ثانیه هم طول میکشه که آبو خالی کنن. خب بچه ها خیلی پایین میرن و خیلی هم خوب به اصطلاح عمل میکنن و خیلی هم مؤثر بوده. البته اینطور که توی فضای مجازی هست که چرا تو ایران استفاده نمیشه، چرا استفاده شده پارسال مثلا بورالعظیم، اهواز، اینا خیلی خوب استفاده شد و کارهای بسیار خوبی هم کردن و در آتش سوزی اخیر هم ازشون درخواستی نشده، یعنی باید درخواست بشه تا اینا بتونن برن. درخواست نشده، خب اینا هم نرفتن. در خدمت هستم. در واقع محیط زیست حالا یا منابع طبیعی در واقع باید این کار رو انجام بده اگر اشتباه نکنم. حالا مراتب و به حال این جاهایی که در اختیار متاسفانه، خب حالا چرا این کارا اخیراً نمیدونم، بالگردم ما داریم، چند تا بالگردم داریم که حضرت عالی خدا رضا مرتب شد رو بحث زمینه بالگردها هم من میدونم که الان بالگردها هم ما الان تو شرکت هلیکوپتری ایران با همت مدیر عامل کاپتن سهیل قیاسی اونجا هم دست به خودکفایی زدن و مخزنی درست کردن که هلیکوپترها میتونن، یعنی کلش ساخت بچه های خود ساخه است که انجام دادن و خیلی هم تو این آتش سوزی اخیر مؤثر بودن، خیلی کار خوبی انجام دادن. الان پس اینطوری که الان حضرت عالی فرمودید، این ایلوشین های ام دی که ما داریم الان، اینایی که ما داریم سال نظامی ها ام دیه، بله، این ایلوشین ها که الان به هر حال مخازنی روش تعبیه شده و الان به عنوان آتشنشان مثل حالا تانکرهای ما که دارن استفاده میکنن، در اختیار ارتش هست یا سپاهه؟ در اختیار سپاهه. در اختیار سپاهه. پس ارتش نداره. نه، ارتش ایلوشینو داره ولی مجهزش نکرد برای آتش نشانی. و میدونی که 40 تن یه دفعه آب از وزن کم بشه، تعادلش و سی جی و مرکز ثقلش تا
تغییراتش این خیلی کار تخصصی و خوبه. من واقعا دست مریضات میگم به این دوستان. خب در واقع اومدن، خب شما همه میدونیم که ویتن بالانس یا مثلا بالانس بالاخره یک بخش خیلی حساسی هست از بحث به هر حال اون خود سی جی سنتر آف گراویتی هواپیما به دست آوردنش، این تانکری که لفت میزنه توی پرواز و امکان داره هر لحظه یک آنبالانسی به وجود بیاره، خب بله کار سختی از پرواز با این بله ما خیلی سخت در ارتفاع پایین، خب آن یه مهارتی میخواد. این حالا اینها به کنار که خب ما نیازمند هواپیمای خیلی بزرگتر از اینا هستیم با ظرفیت‌های خیلی بالاتر برای کشوری که اقلیمش حالتی هست که این جنگل‌ها و مراتعش هر لحظه دچار حریق میشن و خود ترکیه من میدونم چندین فروند از این هواپیماها رو داره، خودش داره، حالا چند تا هم میاد و اجاره میکنه. بله درسته اصلا. دیگه میاد اجاره میکنه اینا رو و اجاره میکنه با قیمت‌های بسیار بالا، یعنی اینجوری که من میدونم حتی هر ساعت پرواز با این هواپیما خب یک درآمد بسیار، یعنی یک هزینه بسیار زیادی داره که دولت متقبل ساعتی واسه خودمون خرج داره، ساعتی 90 میلیون برای خودمون خرج داره، چقدر میگیرن داشون. ولی من شنیدم خیلی بالاتر از این حرفا میگیرن، یاد میگیرن 90 میلیون هواپیما خرج داره، حالا کرو هست، من هست، بساط هست، سودش هست. میدونی که ایلوشین ساعتی 10 تن بنزین میسوزونه. آها 10 تن. حالا چرا ببخشید یه کشوری که مثل کشور خودمونه پا میشه مثلا، خب واقعا الان ما به این هواپیما احتیاج داریم، حتی اگر که به هر حال حالا هر نیرویی که باشه میتونست بیاد و همینجوری که ما ارتش فی سبیل الله بلند میشه میره کمک میکنه به مناطق زلزله زده، این پولشو از کی پولی نمیگیرن، از کجا پولی میگیرن، میره یک سورتی پرواز دو سورتی پرواز با اون هزینه ها انجام میده، خب اینا هم میتونن بیان و مجانن این به قول معروف خدماتو در اختیار کشور خودشون بذارن. حالا این همه به هر حال کمک شده از طرف این مردم، از طرف همین مملکت به اینا که به هر حال به اینجا رسیدن، باید هر چی که در این مملکت هست، چراغی که به خانه رواست به نظر من به مسجد حرام است. اصلا چه دلیلی داره الان هواپیما، یک هواپیما ما داریم حالا یا دو هواپیما هر چی، این باید اونجا برای درآمدزایی پرواز بکنه، در صورتی که جوانای خود ما دارن اینجا کشته میشن، شهید میشن و مردم با دست خالی را افتادن توی این کش و کو بدون اطلاع، بدون اطلاعات، بدون حتی آموزش دیدن که آموزشی دیده باشن، و این خیلی تأسفه برای یک به هر حال مملکتی که ما یک امکاناتی داریم و این امکانات به جای اینکه در اختیار مملکت خودمون قرار بگیره متاسفانه داره میره. من نمیگم، من میگم کار نودوستی وظیفه همه ماست در کل دنیا، ولی به شرط این که مردم خود ما نیازمند نباشن. وقتی ما خودمون نیازمند داریم هستیم و ما پا میشیم میریم به داد کشورهای دیگه میرسیم، حالا نمونش هم بارها داریم دیدیم، خب این چه جوابی، چه پاسخی میشه داد؟ اینطور که بفرمایید، ما حالا از اینکه رفتن ترکیه خب خوشحالیم، برن، اونا هم بالاخره انسان هستند، کمک به بشریت وظیفه ماست، ولی خب اینجا هم باید این کار انجام میدادن. وقتی که ما توانمند هستیم خیلی راحت میتونیم 40 تن آب و بریزیم روی آتیش، چرا با هلیکوپتر بریم بریزیم؟ حالا هلیکوپتر یه جایی هست که هواپیما نمیتونه بره، خب بره اونجا، ولی این جایی که آتیش گرفته بود باید با همین ایلوشینا میرفتن و میتونستن خیلی مفیدتر باشن و این منابع طبیعی اونم نسوزه. ولی متاسفانه من نمیدونم چه دستایی تو کار هست که
انجام نشده، درخواست نشده. البته میدونین که ما نظامی ها، چه سپاه چه ارتش چه هر جا، آماده فرمانیم دیگه، به ما باید دستور بدن بریم، ما میریم. این مسئله اینه، منظره اینه که چرا دستور ندادن، چرا برنامه ریزی نکردن. متاسفانه این کاری کردن، ایشالله بتونن که جواب این مردم رو بدن. الان من خوبه که یاد کنم از یکی از خلبانای نیرو هوایی، اتفاقا خلبان ایلوشین هم هست، کپتن فرخنده، که ایشون یه تیم درست کردن، دست خالی رفتن اونجا، دارن کمک میکنن به خاموش کردن این آتیشا، و ازشون الان تشکر میکنم. به همین بسید شما شخصی هستی که من میدونم از محیط زیست شخصی هستین که دارید استفاده میکنید، وقتی قدم میزنید برای کوهنوردی، تشریف میبرید و مناظر این کشور رو میبینید. شما نه میرید، من چون شما بیشتر از حتی من که درگیر و دغدغه این محیط زیست رو دارید، یک درخت رو حتی اگر برسه به دستتون، جایی تو کوه باشه، آب نخورده باشه، شما هستید که میرید و آبیاری میکنید، برای اینکه میدونید اینجا یه روزی در سایه این درخت خواهید نشست. و اینی که متاسفم، من واقعا من متاسفم، اگر که حتی ما چه میگم، به قول اون و میگن که اگر چیز دین نداری لااقل آزاده باش، اگر که شما دغدغه این مملکت رو و این درخت و جنگل و این چیزها رو نداری، بابا اینجا بالاخره یه چیزی خدا گفته آقا موجود زنده رو باید جلوگیری کنی از خوش شدنش. ما چطوری یه دونه درخت رو برمیداریم میبریم شهرداری انقدر جریمه میکنه، میگه چرا این درخت رو، پس چرا دارید میذارید، چرا دارید میذارید که داره اینجوری آتیش میگیره و به داد نمیرسید، بعد چرا نمیاید لااقل یک لشکری درست کنید، ارتشی درست کنید، یک گروه زیادی درست کنید و را بیفتید، به دست هر کسی یه دونه چه میدونم آفتابه آب بدید، خاموش میکنن میرن جلو. مثلا این حال لااقل اینجوری آدم ببینه شما دق دارید میخورید، هرس این مملکت رو میکشید، که انشالله که بشنون، امیدوارم بشنون. این حرفا حرفای اینا، حرفایی که آدمو میسوزونه. ببین این اینا من تخصصم نیست، البته میشنون ولی گوش نمیدن. شنیدن با گوش کردن فرق داره متاسفانه. میدونن دردها رو میدونن، ولی کو جایی که منافعشون نباشه عمل نمیکنن متاسفانه. آخه الان که الان وقتشه، اگر کسی میخواد ببخشید، مثلا شخصی مورد سوال بود که آقا این گند زد به این مملکت و الان هم رفت، خب باشه، شخصی دیگه اومده خدا رو شکر، آقا نمیخواد الان دعوت کنی از آقای شهرام خه و فلان و این و اون بلنشه بیاد، آقا الان یه دستور بده بلنشه اون با هزینه دولت مجانی بلنشه این هواپیما بیاد بره اونجا و ما ببینیم که آقا شما داری یه حرکتی میکنی. خب ایناست، این چیزیه که درد داره. ما که من داره برام عجیبه که اونجا یه عده‌ای دارن با دست خالی، من میبینم با این نمیدونم مثل باد بزنه، من با چیه اینا میگیرن میکوبن آتیشا رو که اینا آتیشا رو خاموش کنن. خب بعد اصلا چه یه ذره اون ورترش، و بعد اون حرارت، اون شعله‌ای که اونجا از توی این گرما تولید میشه داره تو صورت این آدم ها میخوره، و اینا مرتب، چون میدونید وقتی آتیش فراگیره گرمای عجیب غریبی تو اون اکوسیستم اون منطقه به وجود میاره اصلا، که یک درجه حرارت چندین برابر میکنه. مگر غیر از این قربان، کلن به محیط زیست جهانی داره صدمه میخوره، فقط مال ایران نیست که کل دنیا رو اثرگذار این آتش سوزی ها. ولی متاسفانه خب نمیدونم چه باید کرد، ولی هست دیگه کارش. ایشالله که لایک شما گذاشتید باعث بشه به گوششون برسه و یک حرکتی بکنن. حالا اون آقای فریدون کنار که کنار کشید رفت، حالا ایشون این آقای رئیسی ببینیم چه میکند. انا و خدا بداد این مملکت برسید. اگر کسی میخواد یک چشمه نشون بده، این چشمه ها ایناست، این درد هاست، اگر میخواین نشون بدید از همینجا این اولیشه، بداد این مملکت برسید. من فقط شنیدم که متاسفانه داشتن یک حرکت خوب میشد که حساد داشت هواپیمای توپولوف رو همی داشت و
آتش نشان میکرد چند تا این هواپیمای توپولوفی که زمینگیر بودن. و خوشبختانه چند تا از خلبان های خوب ما هم که شما میشناسین تو این پروژه بودن، ولی متاسفانه این پروژه هم به خاطر نبود بودجه زمینگیر بود شد و نشد که ادامه پیدا کنه و یک بخش زیادی از این پروژه جلو رفت ولی متاسفانه زمینگیر شد، مثل تمام این پروژه های نیمتکارهی که موند. و اینا همون جاهایی که باید به داد این مملکت رسید. این پروژه توپولوف و استفاده کردن از این هواپیماها، زیاد کردن تعداد این هواپیما به لحاظ اقلیم، ما مگر چی داریم میگیم؟ آقا این مملکت، خاک این مملکت، مگه ما چقدر دیگه عمر میکنیم؟ من خیلی عمر کنم، 20 سال دیگه، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه است، ولی اینا برای فرزندان ما میمونه، برای آیندگان ما میمونه، اگر میخوایم که بمونه، اگر میخوایم. درود بر شما، من خاک پای شما هستم، خیلی زحمت کشیدید. میخوام از شما یه مقدار راجع به هواپای ایلوشین توضیح بدید، سقف ارتفاع پروازش رو و اینکه خیلی زیبا فرمودید، اگر چیزی نیاز هست اضافه تر ما بدونیم، اگر که مونده بفرمایید. بله، سقف پروازش 45,000 پاست، منتها من نشنم کسی 45,000 پا رو بره. خودم هم تا 37,000 پا بیشتر باش نرفتم. هواپیما خیلی قوی، خوب، به خاطر چرخهای مین لندینگیر که 16 تا چرخ مین گیره، میتونه در هر باندی بشینه، یعنی اون LCN زیادی نمیخواد. LCN هم که میدونید دیگه، لود کلاسیفیکیشن نامبره، برای به استحکام هر باندی یه شماره میدن که هواپیما ACN هست و باند LCN هست، که این شماره ها باید هواپیما کمتر باشه. به اون صورت نمیخواد تو خاکی، چمن، برف، همه جا میشینه، در سرمای خیلی زیاد میشینه، تا 45 درجه سانتیگراد هم. البته من میگم سال 80 پریدم، حالا زیاد یادم هم نیست، تا 45 درجه سانتیگراد هم میتونه بلند شه، بعد از اون بیشتر اگر گرمتر بشه نمیتونه. ریت خوبی داره و بسیار هواپیمای خوبیه برای هر منظوری که بخوایم استفاده کنیم، بسیار بسیار هواپیمای خوبیه، هم بار مسافر. اینا رو هم که گفتم خدمتتون دیگه، چیز خاصی هم اگر هست من درست دارم. خیلی، اگر دوستان سوالی دارن که به هر حال کاپیتان سوال تخصصی دارن، این بحث آبگیری که به هر حال یک نوع آنتونوف هست که توی دریا میشینه، فضای مجازی نشون دادن اون فیلمی که هست، میان تو دریا میشن آبگیری میکنه، اون ایلوشین نیست، آنتونوف هست. ایلوشین حتما باید بره بشینه توی فرودگاه و همونطور که عرض کردم با ماشینای آتیش نشانی میان دوتا شلنگ میذارن توی چیز و پرش میکنن. گفتم حدودا 15 دقیقه طول میکشه، 10 تا 20 دقیقه طول میکشه و از موقعی که آبو خالی میکنن تا موقعی که بعدی میان حدوداً 20 دقیقه طول میکشه، ببخشید 25 دقیقه تا نیم ساعت طول میکشه تا برسن اونجا. به هر حال ولی این تاثیرش، چون از بالا آب یهو آب 40,000 لیتر، اگر اشتباه نکنم فهمیدین درسته؟ بله بله، 40,000 لیتر یهو آب و ریخته میشه و این باعث میشه که به هر حال یک سطح بسیار زیادی از این مناطق خاموش بشه. ضمن اینکه بچه ها، من فیلمشون رو دیدم، احسن میگم واقعا دست مرزاد، خیلی میان پایین و یعنی از اون حدشون پایین تر میان، انشالله که سیفتی رو رعایت کنن، ولی خیلی موثره، یعنی این آب کاملا پوشش میده، هدر نمیره و خوبم نشونه گیری میکنن و خیلی خوبه، دستشون درد نکنه. و بازم از هدیگ حمله رو بهشون میگن، در واقع اون نفری که داره هدایت میکنه دیگه، به هر حال درسته؟ بله، به همزه ایلوشین یکی از به اصطلاح هواپیماییست که دستگاه نامبری بسیار قوی و خوبی داره،
یعنی من ندیدم، واقعا تو هواپیمای دیگه ندیدم، حالا شاید هم باشه، ولی اون هواپیمایی که من پریدم ایلوشین واقعا هم رادار خیلی قوی داره، یعنی شما وقتی که تو زیر و زیر رو میتونی بیای بشینی و حتی این چراغای باند و بغل باندم تو رادارش میتونی قشنگ ببینی و از نظر نویگیشن فوق العاده است. میتونه پر به اصطلاح بار ریزی هم که کنه، نقطه‌ای میتونه بار ریزی انجام بده و بسیار عالیه، بسیار عالی، هواپیمای بسیار خوبیه. سپاسگزارم. فیلد الیویشن زاکروس، جنگل‌های زاکروس رو میفرمایید الان؟ یعنی اون سطح ارتفاعی اونجا ندارم، ولی مشکلی برای فیلد الیویشن و آتش نشانی در جنگل‌های زاکروس ایلوشین نداره. راحت، فقط باید درخواست بشه، فقط باید دستور داده بشه، دستور داده بشه که برن و این کار انجام بدن. برای اون خلبانی که داره انجام میده، قطعا شما خودت پرواز کردی، فرقی نمی کنه. بهتون بگن برید اینجا، شما خودشون رو خاموش کنن، خیلی واسه شون بهتره تا برن خارج از کشور. دقیقا. خیلی متشکرم، سپاسگزارم از حضورتون، خیلی ممنونم. اگر مطلبی دوست دارید بفرمایید، در انتها بفرمایید. آها، اینی که میگن ساخت کجاست، خب بفهمید ایلوشین میگن ساخت کجاست و این تی سی تیو ساخت روسیه و این اتفاق هم که افتاده در واقع رو هواپیما بوده آتش نشان بودنش، یا این که بعد ببینین فابریکشو دارن ولی فابریک آتش نشانش تو ایران نبوده، خود بچه های سپاه درست کردن، دو تا مخزن لوله‌ای بغل هم گذاشتن در طول ایلوشین که هر کدومش 20 تن آب میگیره و خیلی میگم از نظر تخصصی واقعا عالی کار کردن، عالی، دستشون درد نکنه. دریچه ای هم که در عرض 10 ثانیه در واقع این دو تا 20 تن رو خارج میکنه، یک دریچه خیلی بزرگ، وان وی ولو در واقع. بله بله، وان وی ولو که خالی میکنه، از جلو پر میشه، از عقب خالی میشه، رمپ دور داره ایدوشین، این پشتش یه در داره اینطوری که این شکلی باز میشه، از اونجا خالی میشه. خب پس اینی که لحظه ای که داره در واقع میخواد فایه آب رو خالی بکنه، باید سیجی رو تغییر بده، فکر میکنم انگلافتک رو باید تغییر بده، پیچ باید بده که در واقع بیاد و گراویتی هم کمک کنه به خروج آب، اگرش نکنم. درسته قربان؟ پس خود این یه نوع پرواز خاصی رو میطلبه اون لحظه، بسیار تخصصی، چون سی جی جا به جا میشه و وزن اصلا تغییر میکنه، یهو 40 تن شما حساب کنید هواپیماتون شده، همه چیش به هم میریزه، درگش، وزنش، لیفتش، همش به هم میریزه و خیلی تخصصی. من به اصطلاح خدا قوت میگم، ایشالله پرتوان باشن و به سلامت از این ماموریت برگردن. قربونتون برم، خیلی ممنونم، زحمت کشیدید کاپتان، خیلی زحمت کشیدید، طبق معمول شما جزء واقعا دانشمندان این مملکت ما در صنعت هوانوردی ایلوشین هستید و بسیار زحمت کشیدید، هنوزم دارید میکشید، چه برای به هر حال ایلوشین و در قسمت هواپیماهای به هر حال و چه هلیکوپترها دارید زحمت میکشید، بالگردها، خدا انشالله بهتون سلامتی بده، امیدوارم که در زندگیتون موفق باشید، فردا هم بهتون خوش بگذره انشالله در مسیر کوهنوردی. از همینجا دعاگوی شما هر شود که من اینو جدی دارم میگم، ما عمر خودمونو کردیم، حالا هر چقدر که دیگه خدا به ما عمر بده باید وقف این جوونا بکنیم که ایشالله آینده های مملکت ما رو بسازن، اون چی که خدا به ما داده ما دیگه وظیفه داریم که در اختیار اونا بذاریم. بازم الان هم اگر کسی سوالی چیزی داره تخصصی غیر تخصصی، من در خدمت هستم. دوستان اگر که سوالی دارین بپرسید، که کاپتان بالاخره این کاپتان عزیز ما حضورش اینقدر واقعا پر ارزش و مقدسه که قطعا من میگم تا حالا که تشریف آوردید یک کوچولو در مورد
برها خلبان شدن در اون بحث هلیکوپتری، اگر که امکانش هست دوستانی که میخوان بیان و در اون مسیر قدم بردارن، خدمتی بکنن، بیان و خلبان هلیکوپتری بشن، باید چه دوره ای رو بگذرونن؟ اینو اگر یه توضیح بدید که بالاخره. قبلش من میخوام یه عذرخواهی کنم، چون یه سری دوستان پیام این پایین نوشتن، من نمیتونم بخونم. اگر اظهار محبتی هست از همین انجا دست همگی رو میبوسم، من نمیتونم بخونم، فقط عذرخواهی میکنم. عرض شود که برای اینکه خلبان هلیکوپتر بشن 18 سال سن لازم داره. برای آقایون باید خدمت سربازی یا رفته باشن یا معافیت تحصیلی داشته باشن یا معافیت غیر پزشکی، حالا هر چقدر که باشه داشته باشن. زبان در حد خوندن و نوشتن بلد باشن خوبه، البته هر چقدر زبانشون بهتر باشه موفق تر خواهند. سلامتی هم که باید پزشکی هوایی تایید کنه. فقط هلیکوپتر یه مقدار هزینش زیاده، چون میدونین که هر چی که توی هواپیما بچرخه هزینه بره، در هلیکوپتر غیر از خلباناش بقیه چیزاش میگرده و هزینه داره. ساعت 450 دلار 137 ساعت باید پرواز بکنن، 4 ماه هم کتاب به صورت دوره تئوری بگذرونن که با این 4 ماه و پروازهایی که 137 ساعت میخواد پرواز کنن حدوداً 1 سال طول میکشه، 1 سال چند ماه، یکی دو ماه طول میکشه. پروازشون توی فرودگاه کردان هست و با هلیکوپتر آمریکایی رابینسون 44. همین، چیز خاص دیگه ای نیست. دوستمون میپرسن که این هلیکوپترها به چه صورت اطفاء حریق میکنن؟ هلیکوپتر بسکتی دارن زیرش، حالت مکعب مستطیله که آویزونه، بعد میرن این آب پر میکنن، میرن روی آتیش، از پایین اینطوری باز میشه، آب میریزه روی، و خیلی هم جالبه. ولی حجم زیادی هم نیست، درسته؟ چرا؟ حجم زیاد؟ چرا؟ 2-3 تن هست که میتونن ببرن. آها، اوکی. میگن که از این نو ایلوشین چند تا داریم ما؟ ایلوشین آب پاش، ایلوشین آب پاشو نمیدونم چند تاشو آب پاش کردن، ولی کلن 15 تا ایلوشین بود که 10 تاش در اختیار نیروی هوایی ارتش قرار گرفت، 5 تاش هم در اختیار نیروی هوایی سپاه. از این 10 تایی که در اختیار نیروی هوایی ارتش بود، یه دونش اون آواکس بود که شهید اکبرپور اون سانحه که رژه بود شهید شدن و ایلوشینش از بین رفت، بقیهش هستش. خیلی متشکرم، فکر کنم دیگه دوستان سوالی ندارن. خیلی ممنونم، منم زیاد حالم مساعد نیست که بخوام بشینم. خیلی منت گذاشتید کاپتان، خیلی به آقازاده هاتون سلام برسونید، هستید قلب رنگی ما تقدیم میکنیم به این آقای کارگردان سینما، جناب آقای اسمشون شما بفهمید فقط. پوریا و آپتین. پوریا کارگردان، آپتین هم وکیله. وکیله. درود بر دو تا فرزند فرهیخته و نابغه تیمسار جاوید پور عزیز که انشالله که سلامت باشن. خانم خیلی سلام برسونید، رنگ ها تقدیم شما و خانواده محترمتون. خیلی زحمت کشیدید در یه دوستان میبوستم، ایشالله شاد باشید. شما هم خواهش میکنم که استراحت کنید، حداقل 2 هفته لایو رو تعطیل کنید و استراحت کامل کنید. ایشالله ممنونم دوستان، خدا نگهدار، تسلیت میگیم و ایشالله که همیشه سلامت باشن خانواده های این عزیزان. خدا نگهدار تک تکتون باشه. به بچه های المپیک هم از تمامشون مدال بیارم مدال نیارم برای ما فرق نمیکنه، همه در قلب مردم ایران جا دارن. خدا نگهدارتون سر. یا علی، خداحافظ. خداحافظ شما.